سرخط خبرها. وضعیت مبهم افغانستان و تاکید سرمایه گذاران بر رفع چالش های سرمایه گذاری. اما یک سرمایه گذار هیچگاه به یک مارکتی که مبهم است، معلوم نیست، نمیتونه گذارن. اعلام تقویم انتخاباتی و بطلان آن از سوی ریاست اجرایی. چیزی که اعلان شده به اعتبار است و طبقی عمل نمیشه. نخست وزیر پاکستان از ریاض وارد تهران شد. وزیر دفاع پاکستان گفته عربستان به طرح صلح پاکستان بین تهران و ریاض پاسخ مثبت داده. و عربستان، تونس و اردن لشکرساز گروه داعش. منابع استخباراتی آمریکا مجموع جنگجویان داعش را 31,000 نفر اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. سرمایه گذاران در شرایط مبهم افغانستان سرمایه گذاری نمی کنند. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان آیسا در همایش نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان گفته که حکومت باید اعتماد مردم و سرمایه گذاران را به دست بیاورد، وگرنه جلب سرمایه گذاری ها دشوار خواهد بود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز در این همایش گفته که جلب سرمایه گذاری و فقر زدایی از برنامه‌های بزرگ اقتصادی حکومت است. افغانستان از سال 2005 تا 2013 رشد اقتصادی قابل توجه داشت. یه رشد اما مصنوعی و غیر حقیقی بود و بیشتر متکی به کمک‌ها و حضور نیروهای خارجی بود. حالا که اکثر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده و کمک‌ها هم کاهش یافته، چرخه رشد اقتصادی افغانستان با مشکل جدی روبرو شده. همین موضوع مقام‌های بلندپایه حکومتی را مجبور کرده تا در این همایش گرد هم بیایند و چاره بسنجند. در همایش امروز حکومت گفت تلاش دارد اقتصاد کشور به ثبات برسد و وضعیت آن پایدار باشد. اداره حمایت از سرمایه گذاری اما گفت تا زمانی که حکومت اعتماد مردم و سرمایه گذار را به دست نیاورد، سرمایه گذاری در کشور دشوار خواهد بود. اتاق تجارت و صنایع نیز گفت ناامنی ها، نبود زیربناها و گستردگی فساد مشکل اصلی سرمایه گذاران است. یک سرمایه گذار هم به مارکت بد میتوند گذاره بکنه، هم به مارکت خوب. اما یک سرمایه گذار هیچگاه به یک مارکتی که مبهم است، معلوم نیست، نمیتونه گذاره کنه که امروز سبا چی میشه. اداری فساد نه تنها چورک شوه ده بلکه اوج ته رسیدلی ده. من په دې خوشاله یم چې 144 میلیارد افغانۍ ټارګټ او 160 میلیارد شو. جناب محترم ډاکټر صاحب، دا د افغانستان د خلکو نه اغستل شوه ده. د فساد د لارې نه نه راځم شوه. فساد وسم 200 میلیارد دی. فساد وسم په ګمرکاتو کې او په ادارو کې شته. عبدالله رئیس اجرایی حکومت اما گفت رهبران حکومت برای حل مشکلات سرمایه گذاران توجه جدی دارند تا دیگر سخن از مشکلات در این روند گفتن نشود. او درباره نامنی ها گفت اقدام جدی برای تامین آن خواهد شد. دشمنای افغانستان میخواست سال 2015 را سال سقوط دولت افغانستان و جانشینیش به نظام بزعم خودشان تلقی کرده بودند. بیشترین توجه و انرژی دولت و همه ما در مسائل امنیتی کلان به سطح کلان صرف شد که متاسفانه او سبب ازی شد که خلاهای در سایر عرصه‌های امنیت مثل مثال‌هایی که شما دادین ایجاد شد. آقای عبدالله درباره فساد گسترده که مانع سرمایه گذاری ها شده گفت حکومت کنونی میراثدار فساد نهادی نشده از حکومت گذشته است. او اما افزود با استفاده از تجربه های 1.5 ساله برای حل مشکلات موجود کشور و روند سرمایه گذاری مبارزه خواهند کرد. فساد اداری یک واقعیت تلخ است که کاملا نهادی نشده ما به میراث گرفتیم. هر کس میدانست که قاعده در این رابطه چیست و هیچ قانون افغانستان که بالاترینش قانون اساسی افغانستان است اینطور قواعد واضح و روشن نداره که فساد اداری در افغانستان داشته.
رئیس جای حکومت به وزرای زیرب نیز دستور داد ماده های قانون و یا طرز العمل هایی را که مانع سرمایه گذاری در کشور است تعدیل کنند. وزرای تجارت و صنایع و اقتصاد نیز گفتند قانون و طرز العمل های مربوط به سرمایه گذاری به زودی تعدیل خواهد شد. آنان گفتند برای سرمایه گذاری در برخ بخش ها نیز تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده. در همایش امروز گام های نخست برای ایجاد استراتژی سرمایه گذاری نیز برداشته شد و رئیس جمهور حکومت وعده داد پس از تکمیل آن تمام مواد این استراتژی را به دقت بررسی خواهد کرد و با هیچ موضوع آن سطحی برخورد نخواهد شد. توقف برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در خان اول. ریاست اجرایی میگوید کمیسیون انتخابات دیگر مشروعیت ندارد و از نظر ما اعلام تاریخ برگزاری انتخابات باطل است. گزارش از همکارم مانی مشکین قلم. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید کمیسیون انتخابات دیگر فاقد اعتبار است و کار کرد این کمیسیون در انتخابات گذشته باعث شد که دیگر نزد مردم اعتبار نداشته باشد. کار کمیسیون در انتخابات گذشته باعث شد تا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به وجود بیاید و نظام انتخابات از سر اصلاح شود. پس هر گونه انتخابات یا هم اعلام زمان انتخابات پس از اصلاحات می باشد که این کار کمیسیون جدید انجام می دهد. چیزی که اعلان شده به اعتبار است و طبقی عمل نمی شه. از آقای فیصل پرسیدم فکر نمی کنید این اختلاف نظرها باعث تنش جدید شود؟ ما سر کمیسیون اصلا بحث نمی کنیم چون این مسئله از وقت فیصله شده در توافقنامه سیاسی ذکر شده و رهبران حکومت بر آن امضا کرده که کمیسیون اصلاحات باید کار کنه و نظام انتخابات در کل اصلاح شود. تا به حال ریاست جمهوری نسبت به اعلام برگزار انتخابات از سوی کمیسیون واکنش نشان نداده، اما ریاست اجرایی میگوید سکوت ارگ به معنی پذیرش تاریخ اعلام انتخابات نیست و رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای اول کاری خود توافقنامه را مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی امضا کردند. اصلاحات آمدنی هست، ای یک امری 100% حتمی است. ما هیچ وقت از این نمیگذریم، نه ریاست اجرایی نه ریاست جمهوری، چون اصلاح نظام انتخاباتی خواست یک فرد و دو فرد در بدنی حکومت نیست، خواست رئیس اجرایی و رئیس جمهور نیست، این خواست مردم افغانستان است و حکومت به مردم افغانستان وعده سپرده که نظام انتخابات اصلاح میکنه. پس این نظام اصلاح میشه و بعد از او کمیسیون های جدید وظیفه دارن که زمان برگزاری انتخابات و تقویم انتخابات را اعلام کنند. به گفته ریاست اجرایی رأی مردم تعیین کننده است نه تمایلات افراد مشخص در کمیسیون های انتخاباتی. حالا این سوال مطرح است که با تغییر افراد در کمیسیون مشکل حل می شود در صورتی که 9 میلیون کارد اضافی توزیع شده است؟ و تغییر افراد دقیقا کمک می کنه. اگر ما بهترین قوانین دنیا را داشته باشیم ولی در افراد و اشخاص تغییر نبیاید، قوانین خود به خود عملی نمی شه. بنان داشتن قوانین خوب کار خوب است، ولی عملی شدن و قوانین ضرورت به مدیریت خوب داره، به اشخاص خوب داره که در کمیسیون ها باید جا بجا شوند. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را اعلام کرد. حالا با این مخالفت ریاست اجرایی با این تاریخ باید دید که سرنوشت انتخابات به کجا ختم می شود؟ امام حسن عسکری علیه السلام در حالی به ترویج و گسترش علم، ارزش‌های دینی و هدایت مردم به سوی فرزانگی و یک تاپرستی دعوت می‌کردند که در یک شهر کاملا نظامی اقامت اجباری داشتند. این امام همام در چنین روزی 8 ربیع الثانی جهان را از برکت وجودش آفتابی کرد و امروز هم طلاب و روحانیون حوزه علمی خاتم النبیین با برگزاری محفلی از سالروز میلاد آن وجود آسمانی و ملکوتی نکوداش کردند. شب بهشت دلا شد غرق نور و شاده دار از صفای دگر بیت امام هاده. امام حسن عسکری علیه السلام در شهر نظامی و در محدودیت شدیدی اقامت اجباری داشت، اما هیچ محدودیتی بر اهداف بلند و متعالی آن اسوه ماندگار تاریخ بشری تأثیری نگذاشت. در مراسمی که در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم برگزار گردید، آگاهان مسائل اسلامی با تبیین ویژگی‌های آن امام همام
تأکید نبودند که ایشان همواره در راستای گسترش دامنه علم و دانش، هدایت و رهبری جامعه اسلامی و پاسخ به شبهات گامهای جدی و تاثیرگذاری برداشت و از افکار، عقاید و ارزش‌های دینی حراست و نگهداری نبودند. امام احساس می‌کند که باید از دین دفاع کرد و از دین دفاع می‌کند. ولو این که امام محصور در پادگان هست، پادگانم پادگان نظامی است، رفت آمد ندارد، ولی باز هم امام از اون وظیفه‌ای که دارد دست بر نمی‌دارد و از دین دفاع می‌کند. امام حسن عسکری علیه السلام دامنه علم و دانش را در جامعه اسلامی آن روز گسترش داد و شاگردانی تحویل جامعه آن روز داد. امام حسن عسکری با احساس مسئولیت در این زمان و درک شرایط حساس زمانی دست به فعالیت‌های گوناگون علمی، فرهنگی، فکری و عقیدتی زد. با گفته آگاهان امور، مشکل اصلی و اساسی جوامع اسلامی امروز فاصله گرفتن از علم و دانش است و این مسئله باعث گردیده تا مسلمانان با مشکلات فراواری دست و پنجه نرم کند. آنان گفتند در شرایط حساس امروز علما باید به صورت جدی وارد عمل شده و اجازه ندهند تا افرادگرایی با تفسیر غلط از دین موجب فاصله گرفتن مردم از دین مبین اسلام گردد. نواز شریف نخست وزیر و جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان در رأس هیئت عالی رتبه ظهر امروز از ریاض وارد تهران شدند. همزمان وزیر دفاع پاکستان گفته که عربستان به طرح صلح پاکستان بین تهران و ریاض پاسخ مثبت داده. نواز شریف پس از دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد تهران شده و گفته می‌شود هدف اصلی این سفر میانجیگری بین ایران و عربستان است. قرار است مذاکرات میان نخست وزیر پاکستان و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران انجام شود و سپس آقای شریف با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. پاکستان که رابط نزدیکی با عربستان دارد از جمله کشورهایی بود که بعد از تنش‌های اخیر میان تهران و ریاض پیشنهاد وساطت میان ایران و عربستان را مطرح کرد. وزیر دفاع پاکستان هم امروز با اشاره به سفر جاری سران دولت و ارتش پاکستان و تهران برای کمک به حل تنش میان ایران و عربستان گفت دیدار روز گذشته نواز شریف با پادشاه عربستان امیدوار کننده بوده و پاسخ مثبت از عربستان دریافت شده. با گزارش رادیو دولتی پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که برای توضیح درباره نقش پاکستان در ائتلاف عربی با سرکردگی عربستان صبح امروز با مجلس رفته بود، ابراز امیدواری کرد ابتکار میانجیگری دولت و ارتش پاکستان موفقیت آمیز باشد. خبرنگار روزنامه اردو زبان جنگ با عنوان یکی از معتبرترین رسانه‌های پاکستان که در سفر جاری هیئت عالی رتبه این کشور به عربستان و ایران همراه این هیئت است، روز گذشته از ریاض گزارش داد ملک سلمان در دیدار نواز شریف و راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان از ابتکار و نقش اسلام آباد برای کمک به رفع تنش‌ها تمجید کرده و گفته است خواستار رفع مسالمت‌آمیز تنش‌های فعلی با ایران هستیم. در همین حال رئیس جمهوری چین هم امروز با هدف مذاکره با مقامات عربستانی برای رفع تنش آن کشور با ایران وارد ریاض شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، شی جینگ پینگ در این سفر به سابقه قصد دارد علاوه بر جلب سود اقتصادی هنگفت از خاورمیانه، میان دو قدرت مؤثر این منطقه بحران زده ایران و عربستان نیز برای رفع تنش های به وجود آمده میانجیگری کند. و پسر شیخ نمر روحانی مخالف دولت عربستان سعودی که اوایل ماه جاری میلادی در این کشور اعدام شد از قدرت‌های غربی انتقاد کرده که دولت سعودی را به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور تحت فشار قرار نمی‌دهند. او هشدار داد که وهابیت نظریه مذهبی حاکم در عربستان همان چیزی است که گروه داعش به اساس آن خلافت تشکیل داده. محمد نمر فرزند شیخ باقر نمر روحانی منتقد و مخالف دولت سعودی قدرت‌های غربی را مورد انتقاد قرار داده که به خاطر جلوگیری از اعدام پدرش و سایر موارد نقض حقوق بشر در این کشور دولت سعودی را تحت فشار قرار نداده. او خطاب به کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا گفته روابط فعلی آنان با عربستان به نفع مردم این کشورها نیست و از دولت‌های آمریکا و بریتانیا خواست به نقض حقوق بشر در عربستان توجه کنند و به خاطر حفظ منافع طویل المدت مردمشان دولت سعودی را تحت فشار قرار دهند.
پسر باقر نمر گفته نظریه مذهبی حاکم در عربستان همان وهابیت یا نظریه است که داعش به اساس آن خلافت تشکیل داده و در عربستان نیز به اساس این نظریه عمل می شود. باقر نمر روحانی سیاسی مخالف دولت عربستان اوایل ماه جنوری توسط دولت سعودی اعدام شد. سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای زیادی اعدام این شخصیت مخالف دولت عربستان را محکوم کردند. بیشتر جنگجویان گروه داعش از کشورهای عربستان، تونس و اردن هستند. به اساس گزارش منابع استخباراتی آمریکا، تعداد جنگجویان داعش از کشورهای مختلف جهان اکنون به حدود 31,000 نفر رسیده. خبرگزاری عراقی المعلومه به نقل از منابع استخباراتی آمریکا گزارش کرده که تونس، عربستان سعودی و اردن در صدر فهرست کشورهایی‌اند که شهروندان آنان بیشترین شماره جنگجویان داعش را در عراق و سوریه تشکیل می‌دهند. تونس با 6,000 جنگجو در صدر فهرست جای دارد. عربستان سعودی با 2,500 نفر در رتبه دوم و اردن با بیش از 2,000 جنگجو در رده سوم هستند. طبق این گزارش شمار کل جنگجویان داعش از ملیت‌های مختلفی که در حال حاضر در عراق و سوریه می‌جنگند بین 27 تا 31,000 نفر است. در این گزارش آمده که تعداد جنگجویان در سال 2015 نسبت به یک سال قبل دو برابر افزایش یافته است. در گزارش مذکور همچنین نام سایر کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان آنها به صفوف داعش پیوستند ذکر شده. 1,300 نفر مراکشی، حدود 900 شهروند لبنانی، حدود 600 لیبیایی و نزدیک به 400 جنگجو از مصر به سوریه و عراق رفتند. از کشورهای اروپایی نیز حدود 5,000 نفر در صف تروریست‌ها در عراق و سوریه شرکت دارند که گفته می شود تنها حدود 1,600 نفر از آنان شهروندان فرانسوی هستند. در گزارش منابع استخباراتی آمریکا آمده که از کشورهای جمهوری سابق شوروی نیز حدود 4,700 نفر به سوریه و عراق رفتند. کمتر از یک هفته مانده به شروع مذاکرات صلح سوریه بین دولت و مخالفان، فهرست گروه‌هایی که باید در این گفتگوها شرکت کنند هنوز آماده نشده. سازمان ملل متحد میانجی این مذاکرات گفته تا زمانی که فهرست گروه‌های مخالفان آماده و مشخص نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که مذاکرات صلح سوریه بین دولت و مخالفان در تاریخ 25 ماه جنوری، یعنی کمتر از یک هفته دیگر، آغاز می شود. هم دولت سوریه و هم مخالفان تا کنون شرکت در این گفتگوها را رد نکردند. اما وزیر خارجه سوریه هفته پیش در دیدارش با فرستاده و میانجی سازمان ملل متحد خواستار ارائه فهرست گروه‌های مخالفان شد که قرار است در گفتگوها شرکت نمایند. ولید معلم تأکید داشت که سوریه با تروریست ها مذاکره نمی کند. در همین حال سازمان ملل خبر داد که کشورها و قدرت های درگیر در مسائل سوریه هنوز بر سر این که کدام گروه های مخالفان در مذاکرات حضور یابند به توافق نرسیدند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت تا زمانی که در این زمینه توافق حاصل نشود، این سازمان برای شرکت کنندگان دعوتنامه ارسال نخواهد کرد. ما زمان دعوتنامه صادر خواهیم کرد که کشورهای جلودار گروه بین المللی حمایت از روند صلح سوریه بر سر این که کدام گروه ها از مخالفان در مذاکرات شرکت کنند و تفاهم و توافق برسند. دبیرکل از این کشورها می خواهند برای رسیدن به توافق تلاش ها را بیشتر کنند. گفتگوی صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد و تلاش و حمایت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان و برخی کشورهای دیگر منطقه برگزار می شود. بعضی از این کشورها از دولت سوریه و برخی دیگر از مخالفان حمایت می کنند. چند پیش سران و نمایندگان 33 گروه شورشی در عربستان گرده هم آمدند و کمیسیون عالی را برای شرکت در گفتگوها با دولت سوریه تشکیل دادند. آمریکا و روسیه در مورد نقش بشار اسد در دوره انتقال سیاسی در سوریه اختلاف دارند. همزمان نگرانی وجود دارد که تنش اخیر بین ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بر گفتگوهای صلح سوریه تأثیر بگذارد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش امروز اعلام کرد در سال گذشته میلادی 18,800 نفر در خشونت‌ها در عراق جانشان را از دست داده و حدود 3,200,000 نفر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند.
کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل گروه داعش را مسئول بسیاری از این خشونت و قتل‌ها دانسته و گفته این گروه هنوز هم 2500 تن از زنان و کودکان را به عنوان برده در اختیار دارد. کمیشنری حقوق بشر و مأموریت کمک سازمان ملل این گزارش را با مصاحبه و گفتگو با خانواده‌های قربانیان و بازماندگان خشونت‌ها تهیه کرده و دوره زمانی بین ماه جنوری 2014 تا اکتبر 2015 را در بر می‌گیرد. در این گزارش همچنین به برخی خشونت‌ها از سوی گروه‌های شبه نظامی و کردها اشاره و گفته شده که 36245 نفر طی این مدت در عراق زخمی شدند. شماری از نمایندگان شورای ملی و شورای ولایتی هرات هشدار دادند در صورتی که آمر امنیت این ولایت برکنار شود دروازه فرماندهی پلیس هرات را خواهند بست. و تازگی گزارش شده که وزارت امور داخله دستور برکناری تمامی آمرین امنیت در حوزه غرب کشور را صادر کرده. جنرال اسدشاه فروغ فرماندهی زون 66 انصار در غرب کشور گفته که تمامی آمران امنیت در حوزه غرب از جمله عبدالغنی عمرداد آمر امنیت هرات از وظیفه سبکدو شدند. به اساس لزوم دید مقام وزارت و مقامات زیرصلاح اخیرا یک سلسله تغییر و تبدیلی ها در سطح قماندانی های ولایات صورت گرفته، البته در بخش آمرین امنیت که از اون جمله عامل صاحب امنیت ما هم غنی خان تبدیل شده و عوضش یکی از صاحب منصبای بسیار سابقه دار ورزیده با تجربه صادق و وطن پرست دیگه به حیث عامل امنیت اینجا جدید مقرر شده. در همین حال شماره از نمایندگان هرات در شورای ملی و شورای ولایتی هشدار میدهند اگر اینجا به جایی صورت گیرد دروازه فرماندهی پلیس هرات را مسدود میکنند و اگر جناب وزیر صاحب به خواسته های قانونی مردم احترام نگذاره اعضای شورای ولایتی به تمام 15 ولسوالی خبر میدیم ما دیگه با امید دولت همکاری نمی کنیم و نخواهیم کرد. خب باز اون تصمیم خود از اون که چی تصمیم بگیریم. بنان لازم هست که عامر امنیت به هرات باشه در اگر وزیر داخله صدای مردم هرات نشنوه باز ما وزیر داخله استدعا خواهد کردیم و از او پرسان خواهد کرد که چرا دست بجری کنیم. عبدالغنی عمرداد از یک سال به این طرف در سمت عامر امنیت پلیس هرات انجام وظیفه کرده است. حتما شنیدید که آدم بد، همسایه بد و هر کسی که جز خشونت، تخریب و ویرانی کاری نمی کند را معمولا به سرطان تشبیه می کند. اما زمینه های همین بیماری سرطان ممکن است در وجود هر آدم شکل بگیرد و او از آن بخبر باشد. غذاهای چرب و استفاده از دود و دخانیات فراهم کننده سرطان است. امروز برای مبارزه با خوردن غذاهای چرب و دخانیات در ولایت بلخ راهپیمایی شد. بر اساس آمارها در حدود 3.5 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند. احتیاط به سیگریت و قلیون را که سر جایش بگذار. به خصوص اینکه این روزها قلیون خانه ها محلی برای پارتی هایی شده که خیلی ها از سر شاق با آنجا می روند و قلیونی با طعم میوه های مختلف دود می کنند. اما بخبر از اینکه این دود بلای جان آدمی شده و زمینه های بیماری سرطان را فراهم می سازد. استفاده از چربی زیاد در غذاها از دیگر بلاهایی است که باعث سرطان می‌گردد. شرکت کنندگان در یک راهپیمایی در بلخ متفاوت از دیگر راهپیمایی‌ها بود، از مردم خواستند تا با نخوردن غذاهای چرب و نکشیدن دخانیات با سرطان این مرض کشنده و لاعلاج مبارزه کنند. باید با دایر نمودن سمینارهای متدیک، با تدبیر برنامه‌های علمی و فرهنگی همچنان اجتماعی و هم قسم ایجاد همچون راهپیمایی‌ها می‌خواهند که انمی موضوع را در اذهان عامه برسانند تا بتانیم در قسمت امراض عام یک معلومات کافی داشته باشیم و حداقل بتانیم در قسمت وقایعش یک آمادگی کامل داشته باشیم. آنها از حکومت و نهادهای مسئول هم خواستند برای مبارزه با سرطان مبارزه کرده و اجازه ندهند این بیماری در کشور افزایش یابد. و بالاخره سرطان مرض است که با سیگارت، الکل و شراب، چیزی که ما میگیم و چیزی که به نام قیلون میشناسیم، جوانای ما بسیار به واغشته است. پیام ما میست که از یا پرهیز کنن و غذای صحی بخورن، کم چرب بخورن. و در خبر دیگر از هرات، شهروندان هراتی از نشست چهار جانبه صلح استقبال کردند. شماری از باشندگان هرات ابراز امیدواری میکنند که حکومت قناعت طالبان را به دست بیاورد تا پایان جنگ در کشور اعلام شد. اما شماری از آنان میگویند تا زمانی که پاکستان به تعهدات خود عمل نکند امیدی به صلح نیست. کابل دیروز میزبان دومین دور گفتگوهای چهار جانبه صلح بود.
شهروندان هرات از این نشست استقبال کرده و ابراز امیدواری میکنند که جنگ در افغانستان پایان یابد. وضع اقتصاد مردم خوب میشه، خیلی خوبه اگه دست از جنگ اینا بکشن بشینن با هم موافقه کنن. چون همیشه جنگ و دعوا و اینا، نه کار نه غریبی، مردم از کشور بیرون میشن. تاثیر بسیار مثبتی داره برای از اینکه مردم هم داخل کشور خود خمستن و از کشور خارج نمیشن، کار و امنیت و صلح بسته به افغانستان میاد. شهروندان هرات میگویند حکومت وحدت ملی باید از تمام توان خود برای ایجاد امنیت سرتاسری استفاده کند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی در هرات پاکستان را تنها کشوری دانسته که توان پایان جنگ در افغانستان را دارد. با گفته آنان اکنون برای همه کشورهای جهان واضح شده که نشانه تروریسم جهانی در پاکستان است. آدرس تروریسم در هر کجایی که شما آدرس از اون بگیرین میای سرنخش داخل پاکستان. یعنی دولت پاکستان، ارتش و استخبارات پاکستان حامی تروریسم، تجهیز کننده تروریسم و حتی صادر کننده تروریسم در سطح جهان شناخته شده. قرار است سومین نشست گفتگوهای صلح افغانستان 17 ماه دلو در اسلام آباد برگزار شود. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید اعلام تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات غیر عملی، خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی و مصالح مردم است و گفته این نهاد کمیسیون در حال تاریخ انتخابات را 24 میزان سال آینده اعلام کرده که هنوز اصلاحات انتخاباتی عملی نشده. امروز در حمله انتحاری بر نیروهای امنیتی پاکستان در پشاور دست کم 8 نفر کشته شدند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل بمب‌گذاری شده یک پسته نیروهای امنیتی را در نزدیکی مارکت کارخانه در جاده جمرود هدف قرار داد. در این حمله 20 نفر نیز زخمی شدند. گروه‌های مسلح مربوط به تحریک طالبان پاکستانی عامل این گونه حملات شناخته می‌شد. طبق گزارش‌ها امکان افزایش تلفات این حمله انتحاری وجود دارد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی کمترین رشد را طی حدود 25 سال گذشته داشته. اقتصاد این کشور در سال 2015 6.9% رشد داشته، در حالی که این میزان سال پیشتر 7.3% بوده. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. همان طوری که رشد اقتصاد این کشور به عنوان محرکی در اقتصاد جهانی به شمار می آید، کاهش رشد اقتصادی چین نیز برای سرمایه‌گذاران در جهان نگران کننده است. اقتصاد چین در دو سال اخیر با کاهش رشد روبرو بوده و در حالی که بیجینگ رشد 7% را برای سال 2015 پیش بینی کرده بود. و حالا نوبت است به خبرهای ورزشی. غزنی میزبان بیش از 100 تیرانداز از ولایت‌های کابل، میدان وردک و مرکز غزنی است. ایجاد انسجام بین علاقه‌مندان این رشته ورزشی و بلند بردن سطح مهارت‌های ورزشکاران رشته تیر و کمان از اهداف برگزاری مسابقات تیراندازی گفته شده. مسابقات دوستانگی تیراندازی با اشتراک بیش از 100 تیرانداز از ولایت‌های غزنی، کابل و میدان وردک در شهر غزنی برگزار شده. جلیل سلطانی از هماهنگ کنندگان این مسابقات گفت در این مسابقات 4 تیم از کابل، سرچشمه بهسود، ولسوالی جاغوری و مرکز غزنی اشتراک دارند. و افزود این مسابقات از سوی علاقمندان این رشته ورزشی را اندازی شده و هدف آن ایجاد انسجام بین تیراندازان و بلند بردن سطح مهارت‌های آنان می باشد. در عوضت سطح دوستانه بازی برگزار شده. این به شکل نبوده که تورنمنت بوده یا دوره‌ای. دیگه برد و باخت ازی برای ما زیاد مهم نیست. یک آشنایت میان آمده که با دوستای زیاد اینجا آشنا شدیم. 100 نفر شد یک جای مهمان بودی. خود زمین یک زمین نرف فراهم کرد که شبه که یک بین ولسوالی جاغری و بین ولایت غزنی و بین از سرچشمه ولایت میدان برادرای دیگه از کابل و جمع شدیم این یک آشنایت این می خودش کلان نعمتی. عوض نظری مسئول تیم تیراندازان شهر غزنی هم رشد این رشته ورزشی در ولایت غزنی را چشمگیر خواند و از دولت می‌خواهد که زمینه اعزام و اشتراک آنان را در مسابقات بیرون مرزی فراهم کند. قبلا ما اینجا یک تیم بود، ولی گپش رسیده در هفته 10 تیم. قلعه شاده، خاک غریبا، خیلی جای تیم‌ها دارم.
فوتبال خیلی رشد پیدا کرده، خیلی از طرف ریاست المپیک و رسانه ها ما تشویق شدیم. خواستیم ما نمیست که تشویق شویم، اگر ما را بیتانن رایی کنن رسمی به کابل، به خارج، به جایهای دیگه، که ما مثل ورزشکارهای کرکت باز و دیگر ما میگن کبمک گرفته بیاریم، میگن قرامانی حاصل کنیم. تیراندازانی که در این دوره از مسابقات شرکت کردند از دولت میخواهند که برای آنان جای مناسب تمرین و وسایل این رشته ورزشی را فراهم سازد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان صبح امروز برای شرکت در مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال بنگلادش به این کشور سفر کرد. چهارم بار است که تیم ملی زیر سن 19 سال ما در جام جهانی اشتراک می نماید و سه مسابقات در گروپ اول در خلاف سریلانکا، پاکستان و کانادا دارند و دور دوم اگر در این سه مسابقات ما انشاءالله دو مسابقه ببریم برای راوند دوم میرن که کوارتر فاینال است و باز سیمی فاینال است و باز فاینال است. مسابقه اول ما تاریخ 28 این ماه است. انشاءالله رحمان مورال تیم ما بسیار بلند است. تقریبا حدود 3 ماه بدین سو اینا در هندوستان بودن، مسابقات تمریناتی داشتن، کمپ های تمریناتی داشتن، در میو آخر کمپ تمریناتی تقریبا در 15 مسابقات 14 مسابقات را بردن که 4 مسابقه از زیمبابوه بردن، 2 مسابقه از نیپال و 8 مسابقه از تیم های داخلی برجسته هندوستان بردن. مورالشان بلند است و ما امیدوار استیم که انشاءالله رحمان نتایجش خوب باشد. دفعه قبل ما مقام هفتم داشتیم، این دفعه انشاءالله کوشش ما می است که مقام گرفتن خوب باشه. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در حالی عازم مسابقات جهانی می شود که سال گذشته توانسته بود به مقام هفتم این رقابت ها دست یابد. سید رضا حسینی، برد کرکت افغانستان، کابل. و حالا نرخ اسعار در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکا 68 افغانی و 55 پول. 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. 10000 ریال ایران 19 افغانی و 20 پول. 1 یورو 74 افغانی و 20 پول. 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هند 1000 افغانی و 30 پول. و 1 پوند انگلیس 97 افغانی و 40 پول. در ادامه واسه هوای فردا چند شهر کشور بود. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 11، پایین‌تر نان منفی 1. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما منفی 5، پایین‌تر نان منفی 14. قزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 8، پایین‌تر نان منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 15، پایین‌تر نان 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 14، پایین‌تر نان 4. جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 18، پایین‌تر نان 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 15، پایین‌تر نان 4. و سرانجام ترنکوت آسمان آفتابی، بلندترین درجه دما 8، پایین‌تر نان منفی 4. و در پایان نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وضعیت مبهم افغانستان و تاکید سرمایه‌گذاران بر رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری. اما یک سرمایه‌گذار هیچگاه به یک مارکتی که مبهم است، معلوم نیست، نمی‌تونه گذاره. اعلام تقویم انتخاباتی و بسلان آن از سوی ریاست اجرایی. چیزی که اعلان شده بی‌اعتبار است و طبقی عمل نمی‌شه. نخست وزیر پاکستان از ریاض وارد تهران شد. وزیر دفاع پاکستان گفته عربستان به طرح صلح پاکستان بین تهران و ریاض پاسخ مثبت داده. و
عربستان، تونس و اردن لشکرساز گروه داعش. منابع استخباراتی آمریکا مجموع جنگجویان داعش را 31,000 نفر اعلام کرد. بینندگان و شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان. شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.